فصل 16. فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد میگویید باران خواهد بارید. شما که میتوانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمیتوانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای آیت است و آیتی بجز آیت یونس نبی به آنها داده نخواهد شد. پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید، آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند: چون ما نان همراه خود نیاورده ایم او چنین می‌گوید. عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت: ای کم ایمانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می‌کنید؟ آیا هنوز هم نمی‌فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید: به نظر مردم پسر انسان کیست؟ آنها جواب دادند: بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است، و عده‌ای می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیاست. عیسی پرسید: شما مرا کی می دانید؟ شمعون پتروس جواب داد: تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را برای تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن شیره نخواهد شد. و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچرا که تو در زمین من کنی در آسمان ممنوع خواهد شد، و هرچرا که بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد. بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد: به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت: خدا نکند، خیر خداوند، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی برگشته به پتروس گفت: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد، اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتوانن را بازیابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش میدهد. بدانی که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادن تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.